آقای خداوند لو، سلام به شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با ما هستید. این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده، و شما دنباله اون بحثی رو که پیش گرفته بودید در دو جلسه گذشته اگه اشتباه نکنم، اسلام شناسی، در مورد اون میخواین صحبت کنید، ولی سوالاتی هم هست. یکی از اون سوالها راجع به مانی است. اجازه بدید من این رو بیارم و بخونم. ضمناً من چون در قسمت اول برنامه اسم شما رو بردم و گفتم که خود منم یه سوالی دارم، من میخوام واقعا یه سوال تکنیکی کنم، مخصوصا شما چون میبینم میگید درود بر شما. این ماجرای درود، این ماجرای گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، این فقط مخصوص دوستان و فامیل باید باشه، یا این رو به ما آموزش میدن که در رفتار با دیگران، مخصوصا با اونایی که مخالف ما هستن، مخصوصا با اونایی که دشمنانمون هستن، ازش استفاده کنیم؟ این سوال منه، این رو صحبت کنید، بعد به اون بپردازید، بعدم در رابطه با مانی اگه میخواین الان بپرسم، اگه نه در حین برنامه. درود بر شما آقای سوربی و شنوندگان و بینندگان شما. بسیار خوب، ابتدا درباره همین درود یا کلمات مشابهی که بعد از انقلاب یواش یواش در گفتمان عمومی و در گویش مردم داره رایج میشه، همه اینها در اون جدول رنسانس ایرانی قرار میگیره. ما میدونیم که بعد از انقلاب با روی کار آوردن این نهاد دیانت اسلامی به وساطت ملا و مجلاها، تصمیم گرفت ملت ایران این تکلیف نهاد دیانت اسلامی رو جمع کنه. طبیعتاً یک بخش عملیش این استش که خب تکلیف ملا رو روشن کنن و این نهاد رژیم اسلامی رو، و در بخش فرهنگیش باید بپردازن به تمام اون عواملی که در 1400 سال اخیر که این اسلام بر جامعه ما حاکم شد، اینا رو از فرهنگ ایران زمین پاک کنند. در این زمینه به اون گفتمان هایی که آقای چیز میکنه، من یه روزی اگر اون برنامه در چه اشتراک گذاری چیز شما باز بود، یه سلسله برنامه هایی از این میگذاشتم که در این زمینه داره فعالیت میکنه و در بخش فرهنگیش. ما نمیتونیم این اسلام رو، این ملاها رو کنار بگذاریم، اما با نهاد دیانت اسلامی و اون فرهنگ اسلامی حاکم شده بر سرزمین ما کاری نداشته باشیم. یکی از مشکلات ما هم همین هستش که من بارها اشاره کردم، این پابسن گذاردگان ما هنوز بیجا نیوردن که یک ملت نهاد سلطنت رو بساطش جمع برچید، به بایگانی تاریخ سپرد و نظام جمهوری اعلام کرد و بلافاصله اومد سراغ نهاد دیانت اسلامی. این ملت عاشق چشم ابروی ملاها نبودن، اما خواستن با آوردن اونها روی کار دو تا هدف داشتن. یکی این که در زدن نهاد سلطنت اون مزاحمت های عصر انقلاب مشروطه رو به وجود نیارن و چوب لای چرخ ملت نگذارن، و هدف دومشون این بود که بعد از برچیدن نهاد سلطنت گریبان خود این ملا و مکلاها رو بگیرن که اون نهاد دیانت اسلامی رو بساطش برچینن. و طبیعتا در این راستا خب ملت ایران داره همکاری میکنه و در بخش فرهنگیش که به عهده این پاپسن گذارده ها هستش که سوادی دارن و تجربه هایی در تاریخ دارن و مطالعاتی دارن، اینا متاسفانه خوب همکاری نمی کنن. یه تعداد محدودی هستن. به این خاطر هستش که مثلا الان ما به جای سلام درود میکنیم و برای خداحافظی بدرود میکنیم. هیچ اشکالی نداره که فارسی هستن. حالا اون سلام رو اگر ریشه‌اشو بررسی کنی شاید اصلا عربی نباشه، خودش فارسی باشه. یعنی در این بخشی. خب اگه اجازه بدین من یکی دو تا همون توی این صحبت شما، شما میگید که مردم بعد از انقلاب تصمیم گرفتن، به نظر من اصلا مردم نبودن. دوم این که شما اسم اون آقایی رو که میگین، منظورتون آقای شاهین نژاد هست؟
نه خیر نه خیر، اون که خیلی سلطنت طلب هستش و خیلی چیز هستش. اون نه، آقای دیگه دکتر چیزیه که در فرانسه هستش. اتفاقا همین چند روز پیشم من یکی از این سریه گفتارهاش رو اینجا اشتراک گذاری کرده بود. بله آخه مثلا اون رنسانس ایرانی که الان خودشون هم حتی سر اون دعوا دارن، یا یک کتابی، کتاب نه، یک چیز مجلد خیلی کوتاهی هست که نوشته که پارسی صحبت کنیم، پارسی را پاس داریم، اونم اومده مثلا نوشته عکس میشه فرتور، نمیدونم سلام میشه درود، خداحافظ میشه بدرود، بعد من باید اینو بذارم تو جیبم وقتی میخوام با شما صحبت کنم، اینه این که با یه خارجی میخوام صحبت کنم، بگم مثلا مثل ما که میرسیم به آلمانی میگیم این شولیمان زی سب کن تو من یه کلمه پیدا کنم، باید به شما بگم ببخشید آقا چون شما گفتید درود، بذارم ببینم به شما بگم عکس شما رو چهار یا بگم فردی. به نظر من این فاصله ایجاد کرده. ضمناً مگه آخوندا که آمدن به قول شما یا به قول دوستان دیگه پادشاهی 7000 ساله و 2500 ساله رو برهم ریختند و فرو پاشیدند، مگه اومدن قبلش با مردم گفتن حالا بیاین به جای سلام بگید سلام علیکم؟ آمدن با همون زبان مردمی که صحبت میکردن صحبت کردن، ولی حرفی رو زدن که دل مردم میخواست اون حرف رو بشنوه. من فکر میکنم ما حرفی رو نداریم که دل مردم میخواد بشنوه. همین که شما میگید امروز یه خواننده‌ای که خال کوفته تمام بدنش و خودش لباس پوشیدنش اصلا مورد بحث و گفتگوه، یا آقای جوانی آمده به خانم‌ها توی ایران فوش داده که چرا اینها تو ماه مبارک رمضان اینجوری لباس میپوشن که منی که میخوام تمیز باشم. اولا این موجود پسفترت آقای امیر تطلو یا تطلو یا هم چیزی، این انقدر کثیف و پلیده و نمیدونم چجوری حالا میخواد فقط تو این ماه تمیز باشه. خب این نمیخونه، اینجا به مردم میگه درود، اینجا میاد شعرهای اینجوری میخونه، بعد با دوستش تو ماشین بودن گویا وایساده فوش داده به تمام زنای ایرانی که الان یه حرکتی را افتاده توی به اصطلاح اینترنت و اینها. در اصل این نظر منه، من فکر نمیکنم مردم جایی آمده باشن صحبت کرده باشن که بله ما راه مقابلمون با اینها و رنسانس ایرانی اینه که ما بشینیم حالا پارسی را پارس پاس بداریم و از اول صحبت کردن رو یاد بگیریم. خب من از شما سوال میکنم که مردم بیمار بودن که بساط سلطنت رو برچیدن؟ نه من که دارم با شما تا اون قسمت هم عقیده هستم. شما میگید که ملاها بودن. نه خیر، ملت ایران آهنگ ناقوس برچیدن نهاد سلطنت از انقلاب مشروطه نواخته شده بود. اون موقع بازوی اجراییش ملت نداشت که در این طول 57 سال سلطنت پهلوی اول و دوم به تدریج با مهاجرت روستاییان به طرف شهرها و اون حلبی آبادها رو تشکیل دادن، یه ملت، یه جماعت ناراضی در ابعاد میلیونی به وجود اومد و همین تبدیل شد به بازوی اجرایی و نیروی ترقی‌خواه این بازوی اجرایی رو شما در نظر بگیرید. قبل از انقلاب از چپ تا راست راست همه متحد شده بودن که سلطنت بزنن. این یه چیزی هستش که به فرمان خرد جمعی ما صورت گرفت. من نمیتونم بیام بگم. چرا میگم خرد جمعی؟ به خاطر اینه که نمیتونم نهاد یا فردی رو نام ببرم بگم آها این آقا یا اون نهاد بود که این کارا رو کرد. نه، به فرمان خرد جمعی صورت گرفت. از چپ چپ تا راست راست متحد شدیم، سلطنت زدیم، بلافاصله نظام جمهوری اعلام کردیم. متأ در اون موقع ما ابزارهایی که مثلا احزاب مستقل که برای اداره جامعه مدرن ضرورت داره و روزنامه‌نگاران آگاه و طبقه متوسط آگاه به امور سیاست، اینا رو نداشتیم و در عوض ملاها همه چیز داشتن. شبکه مسجدها رو داشتن، 250 تا 200 هزار نفر ملا و مکلا پراکنده در سطح کشور رو در اختیار داشتن و تونستن که این قدرت سیاسی رو قبضه بکنن و اون نهاد جمهوریش رو پالون اسلامیش بکنن. الان تلاش ما در این رنسانس فرهنگی این استش که اون پالون اسلامیش رو بتونیم از دوش جمهوریت برداریم که چرخهای جمهوری در انتخابات صحیح برای گزیدن شخصیت‌های در از چیز شخصیت‌های به صدای جمهور و صدای پارلمان و اینا بهتر بچرخه، عمل بکنه. اینو بهش میگن رنسانس ایرانی. و در این عالم توجه داشته باشه این رنسانس ایرانی یعنی این دگرسان نگری پدیده نیست که در ظرف یک سال دو سال صورت بگیره. در اروپا رنسانس وقتی که صورت گرفت ابتدا با مارتین لوتر آغاز شد، یعنی اینه که
رفرمی در مذهب صورت گرفت، تکلیف مذهب روشن کردن، تکلیف ملاها آخوندها چیز اون کشیش ها رو روشن کردن و سپس 200 سال طول کشید که انقلابی صورت گرفت، ناپلئون رو یارو کردن اومدن و تمام سد اروپا رو ملشکر کشید تا نزدیکای رو مسکو رفت اونجا و فئودالیسم رو از میان برداشت. همه اینها رو به مدد اون بورژوازی شهرهای بزرگ صورت گرفت و تا به امروز هم قدرت سیاسی رو در اختیار داره، در صورتی که ما هیچی رو نداریم. من نه طبقه متوسط آگاه به امور سیاست داریم، نه یک شهروند آگاه داریم. اکثر این شهروندهایی که الان در تهران و شهرهای بزرگ متراکم شدن نیمه روستایی نیمه شهری هستند و طبیعتا ما از این جماعت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که موازین رنسانس رو به خوبی بتونن انجام بدن، ولی دارن هر کس به نسبت بضاعت فکریش داره یک کاری رو میکنه. این وظیفه پاپسن گذاردگان ما بود که قطر رو باید بتونن بدن، تاریخ گذشته رو بتونن بخونن، همه اینا رو مطالعه میکنن و بعد بتونن جوانان رو در عمل تحریک کنن که چه باید بکنن. بسیار ممنونم از شما. دوستان عزیز، شما هم میتونید نظرات خودتون رو یا مستقیما با آقای یزدان خداوند رو از طریق فیسبوکشون یا از طریق ایمیلی که مینویسم یا اگه براتون مشکل هست با من هم میتونید تماس بگیرید، من برای ایشون میفرستم. و سوال در برنامه قبلی شما در رابطه با مانی صحبت کردید و گفتید که این دیانت مانوی به اصطلاح اجزاء دینش رو از آیین زرتشتی، مسیحی، بودایی. خب سوال اینجاست که حالا زرتشت همونجا بوده و تو همون منطقه بوده، مسیح هم میگیم که آشنایی داشته و اینها، این ماجرای بودا از کجا به اصطلاح به فکر مانی رسیده؟ مگر او به هندوستان رفته بوده؟ این سوالی هست که دوستان میپرسن. آفرین، بسیار سوال جالبیه. خب ما باید به این سوال یه سوال دیگر هم اضافه بکنیم. مانی مگر به هندوستان سفر کرده بود؟ مانی به هندوستان سفر نکرده بود، اما این تفکر بودایی سرکلش کجا پیدا شد که این در دیانت خودش اومد به کار بگیره و خواسته چه بکنه؟ اگه اجازه بدید یه تصویری من برای شما ارسال کردم درباره اون امپراتوری ماوریان. بله بله، اگر اونو نشون بدی من درباره شاهنشاهی ماوریان صحبت میکنم و سپس کوتاه و فشرده میپردازم به اون پیرامون زندگی آشوکا که یکی از مقتدرترین سلاطین هندوستان بود. بله، این تصویرها 6 تا هست. یکیش نوشته که بت الله کشف شده در نبطیه اردن. بله آشوکا، این بله بله. این تصویر رو بعدا بهش میپردازم که میخوام نشون بدم که این تصویر این بت الله رو هم در اردن چیز کرده که حالا اومدن گفتن تو مکه هستش، تو مکه نبوده، تو اردن بوده. بله. اینو من توی همین متن اسلام شناسی بهش میپردازم. اوکی، الان دارم آشوکا امپراتور هند رو نشون میده. بله، حالا من کوتاه به این مسئله اشاره میکنم. شاهنشاهی ماوریان، فرمان روایی ماوریان در افغانستان در سال 305 پیش از میلاد، یعنی در زمان اون سلوکیان و بعدا اون اشکانیان، در سال 305 پیش از میلاد در استانهای جلال آباد، غزنه، قندهار و بست ظهور و سرانجام در 185 قبل از گاه شماری مسیحی سقوط کرد. سنگ نگاری دو زبانه یونانی، اون سنگ نگاری دو زبانه یونانی رو اگر نشون بدی خوب میشه. سنگ نگاری دو زبانه یونانی آرامی که در قندهار کشف شده یکی از 38 ستون فرامین صخره‌ای به فرمان آشوکا سلطان مقتدر شبه قاره هند است که در 262 پیش از میلاد به نگارش در آمده و در موزه ملی افغانستان در کابل هم اکنون نگهداری میشود. در سال 304 پیش از میلاد جانشینان اسکندر مقدونی که بر سر لاشه متصرفاتش در مدیترانه، نه در اون بخش سلوکی که ایران رو گرفته بود، در بخش مدیترانه با احتیاط از جنگ بودند، دولت نیرومند در هند به رهبری چندرا گوپتا ماوریا تأسیس شد که قلمرو فرمانروایی‌اش به سوی شمال غربی
تا استانهای جنوب هندوکش افغانستان امروزی گسترش یافت. مقتدرترین فرمانروای ایشان آشوکا بود و دین بودا در زمان این شاه هراس‌انگیز از شبه قاره هند توسط مبلغینش از شمال غربی تا کشمیر، قندهار و کابل گسترش یافت و به تدریج به سواحل آمودریا رسید و در کنار دیانت زرتشتی به آیین نافذ مبدل گردید. و توجه داشته باشید که این آقای مانی نقاش خیلی خوبی هم بوده و در اون بدخشان و اون طرف ها در مرو و بلخ و اونجا ها یه جایی یافت شده که نقاشی های مانی در اونجا هست. بنابراین نشون میده که در اون آخرین دوره های چیز ساسانی یه همچین آدمی در اونجا ها بوده. خب مبدل گردید و سرانجام در کرانه های فلات ایران بازیستند. وسعت قلمرو هخامنشیان و لزوم برقراری امنیت به اداری امپراتوری ساختن راه های شسته و وسائل حمل و نقل را ایجاب میکرد. فرزندان هخامنش راه شاهی را وسعت داده و کابل امروزی را به شهرهای مختلف در پنجاب و دشت گنگ یا گونگ وصل کردند که سبب ساز گسترش بازرگانی، هنر، رونق معماری و بناهایی به سبک بودایی که هنوز در شرق افغانستان به چشم می‌خورد شدند و در سالهای 305 تا 185 پیش از میلاد ماوریان بر جنوب هندوکش افغانستان فرمانروایی می‌کردند و یونانی‌ها در سرزمین باختر در بلخ امروزی تحت عنوان سلوکی‌ها حضور داشتند و در سال‌های 272 تا 332 پیش از میلاد آشوکا فرزند چندراگوپتا شبه قاره هند را پس از نبردی خونین به اطاعت خود درآورد و در راستای ادغام دین و دولت به آیین بودا گرویید و این دیانت را در سرتاسر قلمرو فرمانروایی خود گسترش داد و احکام مذهب بودایی را در قالب کتیبه های آشوکایی منتشر کرد و این سنگ‌نگاره ها به امر امپراتور آشوکا در سرتاسر شاهنشاهی موریا از هند تا افغانستان منتشر می شود. سنگ نوشته های دو زبانه یونانی و آرامی که زبان رسمی هخامنشیان بوده کشف شده در قندهار و لقمان به دوران فرمانروایی آشوکا برمیگردد که این و در این تصویرم که امپراتوری ماوران نشون میدیم میبینیم که از هند در اونجا اینجا رو گرفته و اومده طرف ایران و با ایران هم مرز شده. بنابراین این تفکر بودایی از 2700 سال پیش 2200 سال پیش در جوار ما حضور داشته و مانی طبیعتا متأثر از این افکار بوده. حالا اون سنگ نوشته ها هم که کتیبه هایی هم که به زبان دو چیز یونانی و آرامی و خط میخی که تقلید از هخامنشیان بود در همه جا پراکنده بود و طبیعتا اثر میذاشت روی ساکنان منطقه، رو افکار ساکنان منطقه. خب پیرامون زندگی آشوکا، حالا ببینیم این آشوکا چی بود. آشوکا دودمان موریا حدود 205 سال پیش از بودا به بوداییست و مازور و آموزه های آن باورمند و زندگی خود را وقت گسترش آقنده بود. موریان به احتمال زیاد از سکاهای ایرانی تبار بودند که از شمال به هند کوچیدند و آشوکا از سال 273 تا 232 پیش از میلاد فرمانروایی کرد و پسر بیندو ساره از شاهان موریایی بود و بر بخش بزرگی از شبه قاره هند، بخش‌هایی از افغانستان، بنگال و جنوب گوای فرمان راند. نام آشوکا از دو بخش آ و شوکا ساخته شده که در سانسکریت به معنای بی اندوه است. او در جوانی خوی خشن داشت و به آشوکای درنده معروف بود و به تدریج خوی حیوانی و او معتدل و به مکتب بودا گروید و به بودا باوری مهرورز تبدیل شد. به بودا باوری مهرورز تبدیل گشت. کوشش های آشوکا کمک فراوانی به گسترش دیانت بودا نمود.
باشگاه تحت تاثیر سنگ نوشته های شاهان هخامنشی و با الهام از آنها دستور میداد تا فرامین را بر سنگ ها و ستون های درون غارها حک کنند. سنگ نگارها، ستون نوشته ها و غار نوشته های وی در بیش از 30 جایگاه در هند، نپال، پاکستان و افغانستان بر جای مانده. آشکا کارگزاران خود را به دادگری فرمان میداد و زندانیان را آزاد. کشتار جانوران را محدود، برای مردم و جانوران اهلی درمانگاه ساخت. رسم صدقه دادن و برآوردن نیازهای محرومان از ابتکارات اوست. توجه داشته باشید که در دیانت اسلامی هم صدقه دادن رواج پیدا کرده، متأثر از همین دیانت بودایی است. ابتکاراتوس به دیدار مردم میرفت، به دستور و گیاهان و درختان و دارویی را گرد آورده و در هند میکاشتند و در هر مکانی چاه آب حفر کرد. سر هر چاه آبگیر ساختند و مبلغانی برای تبلیغ دین بودایی به ایران، سریلانکا، سوماترا و یونان فرستاد. خب در نظر بگیرید که خب مانی هم به عنوان فردی که میاد اون دیانت رو مینویسه و میخواسته که به اصطلاح با اون طرحی به فکر خودش نوعی که در میاندازه، خب از این تفکراتی که در این منطقه حاکم بوده یه مقداری از این، یه مقداری از اون و مقداری دیگه از اون یکی عکس کرده و اون دیانت مانوی رو سرهم کرده بود. خب حالا اگر سوالی ندارید من بپردازم به بخش دوم اسلام شناسی. من سوالی ندارم، ولی یکی از دوستان به نام پیام نوشته حالا دیگه بودا هم ایرانی شد. البته من نمیدونم، شما نگفتید بودا ایرانی بوده، گفتید که اون موقع چون نفوذ داشته همه جا به اصطلاح مانی هم، ولی این دوستمون اینجوری برداشت کرده. خب اشکالی نداره، هر کس میتونه برداشت بکنه، ولی باید تحقیق کرد. یعنی تو این متن‌های جدید، کتاب‌های جدیدی که داره در میاد بیرون، ما باید بیشتر دقت بکنیم ببینیم که ریشه ها در کجا هستن. شما در نظر بگیرید این کتاب رو ببینید، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی اومستد، ببینید اینو دیده میشه. در اینجا اومستد توضیح میده که اون یونانی ها وقتی که با اسکندر اومدن ایران و تفکر یونانی معاوی در ایران مود شد، آنچنان هم درست نیست. چرا که این یونانی ها وقتی که اومدن در ایران در کلونی های خودشون مثل سربازخونه ها در حاشیه شهرها زندگی میکردن و زیاد هم با اهالی منطقه آمیزش نداشتن و به تعبد از نظر عددی هم آنچنان رقم بالایی نبودن که بتونن بر اون فرهنگ کهنسال ایران تأثیر بگذارن. در نتیجه بیشتر اونا ایرانیزه شدن تا ما بیاییم ما یونانیزه بشیم. بعد یه سوالی هم که قبلا کرده بودید که گفتید اسکندر با 4-5 هزار نفر چیز بکنید. ببینید این اطلس تاریخ جمعیت جهان رو، این کتاب رو میبینید؟ بله بله. دیگه میشه یکم ببرینش پایین‌تر یه ذره. آها همینجا خوب، همینجا. اوکی، اطلس تاریخی جمعیت جهان. بله جمعیت جهان در اینجا، در این صفحه شما پیدا کردم برای شما میخونم، یه 2 دقیقه صدقتون میکشه. نمودار بران جهان کهن، توضیح جمعیت در 400 قبل از میلاد. در 400 قبل از میلاد که میشه همون 2500 سال پیش. بله 2500 سال پیش هم در زمان مثلا توجه به هخامنشیان به یونان. بله. امپراتوری مقدونی در اروپا داخل پرانتز یونان 3 میلیون نفر. در آفریقا مصر که شاملش هم که میشه 3.5 میلیون نفر بودن. کل آفریقا با اون بزرگی در 2500 سال پیش 3.5 میلیون نفر جمعیت داشته. بعد در خاور نزدیک یا همین این خاور میانه ما، منهای عربستان، عربستان هم هنوز هم 20 میلیون جمعیت بیشتر نداره، منهای عربستان
11 میلیون نفر جمعیت داشته، کل خاورمیانه به پهنه فلات ایران 12 میلیون جمعیت داشته، که از این 12 میلیون 6-7 میلیونش متعلق به ایران بوده، بقیه هم جای دیگه. در آسیای مرکزی و هند، در آسیای مرکزی و هند دقت کنید، یعنی اون طرف های مغولستان و اونجاها و هند، 1.5 میلیون جمعیت بوده. بعدها هند میاد تولید رو میبره بالا که رسوده الان به 1.3 میلیارد. پس بنابراین در مثلا در نظر میگیرید 3000 سال پیش، 2500 سال پیش جمعیت جهان آنقدر زیاد نبوده که پدر اسکندر بتونه اسکندر رو با یه سپاه بسیج کنه و 300,000 نفر در اختیارش قرار بده. خب لوجستیک اینا از کجا می آوردن؟ آقای خداوندلو، یکی از دوستان نوشته که آقای خداوندلو میگه که یونانی ها فرهنگ والایی نداشتن، شما یک فیلسوف زمان هخامنش به من بگو، من 10 تا یونانی برای شما نام میبرم. من چه گفتم یونانی ها فرهنگ والایی نداشتن؟ بله خب حرفایی هستش که خودشون در میارن. اتفاقا یونانی ها قبل از اینی که قبل از افلاطون و سقراط تعدادی فلاسفه گردن کلوف مثل دیمتریکوس، مثل اپیکور، شما این کتاب رو ببینید، اتفاقا آورده بودم درباره این صحبت بشه، یعنی ببینید. بله بله، این دموکریت یکی از اون گردن فرازان قبل از سقراطی هستش، متعلق یونان باستانه. این کسی بود که گفتش که در یک رودخانه 2 مرتبه نمیتوان شنا کرد، یعنی میخواست پدیده زمان رو، حرکت رو، که دل حرکت میزاد رو در روان افراد جا بندازه، اومده بود این مثال زده بود، گفته بود که شما وقتی که توی رودخانه میپرید بعد در میاد بیرون، بار دوم که میخواید بپرید دیگه اون رودخانه قبلی نیست، اون آب و اون فضا و اون زمانی که شما قبلا پریده بودید الان رفته به طرف اقیانوس، این یه چای جدیدی، یعنی میخواست بگه که زمان از بستر حرکت روش میکنه، یعنی وقتی که یک پدیده ماده به حرکت که در میاد، نقطه اول، نقطه دوم، نقطه سوم، به تدریج ثانیه اول، ثانیه دوم، ثانیه سوم زاده میشه. این رو اون موقع اونا گفتن. حالا این آقا میگه که یونانی ها فلان نداشتن. آقا ما یه عمر درباره فلسفه یونان بحث کردیم برای شما. خب ما در بحث قبل به اینجا رسیدیم که مسیحیان شرق یا خاورمیانه کیا بودن. پس از قلع و قمل مانویان در قلمرو ساسانیان و مسیحیان رومی، مسیحیت به بزرگترین رقیب دینی زرتشتیان تبدیل شد. مانیان بیدلیل نبود که میره اون دیانت به درست میکنه علیه دیانت زرتشتی که مقامه ای از مسیحی و بودایی را میریزه تو، شاید موفق بشه، ولی موفق نشه، تبدیل شد. حال این پرسش پیش میآید که منبع انسانی این مسیحیان ایرانی چه کسانی بودند؟ تا پیش از تبدیل شدن دیانت مسیحی به مذهب امپراتوری روم، یعنی اون موقعی که روم هنوز به 2 بخش شرقی و غربی تبدیل نشده بود، مسیحیان همواره تحت پیگرد و آزار شدید از سوی رومیان قرار داشتند. یکی از مناطق فرار مسیحیان قلمرو اشکانیان و سپس ساسانیان که دین اهورامزدایی در ایران مسلط و رسمی بود. امیر حسین خنجی در کتاب فروپاشی ساسانیان، میتونید اون کتاب فروپاشی ساسانیان هم نشون بدید؟ بذارید ببینم عکسشو با اینا نفرستادید، من قبل بوده، مال قبل نه مال قبل، قبلا اینو من نشون داده بودم. حالا اگر نمیتونید نشون بده اشکال نداره. خب امیر حسین خنجی در کتاب فروپاشی ساسانیان درباره انتشار مسیحیت در میان غیر ایرانیانی که در قلمرو یا در پیرامون امپراتوری ساسانی زندگی میکردن مینویسد، قبائل شمال عربستان در بیابانهای شام، یعنی همین امروزی که اینجا الان بلوا هستش و داعش داره حکومت میکنه، در درون مرزهای امپراتوری روم اندک اندک به مسیحیت گرویدن، چنان که تا نیمه سده 6 میلادی، یعنی در آستانه فروزی امپراتوری ساسانی، قبائل تقلب، کلب، جزام، بلغین، بلی، آمنه، تنوخ، بهرا،
قسان، نمر. این نمر رو توجه کنین، شیخ نمره دیگه تو عربستان چیز زدن از فرزندان این قبیله است. بله کشتن. عیاش و یک قبیله از بنی تمیم به مسیحیت گرویده بودن. من در برنامه گذشته این کتاب رو به شما نشون دادم که دوستان اعراب در مرزهای روم شرقی و ایران رو مطالعه کنند، که خانم پیکولوسکایا دیده میشه کتاب. بله بله بله. خانم پیکولوسکایا جزء به جزء وضعیت این قبائل در غرب و جنوب غربی ایران حضور داشتن و 300-400 سال اونجا بودن رو جزء به جزء توضیح میده و روابطشون رو با ایران و امپراتوری بیزانس توضیح میده. خب بعد این جماعت از مسیحیتی پیروی میکردن که ترکیبی از باورهای یعقوبیان و آرسیان بود و مسیحیان عراق، خوزستان و نیز عربهای مسیحی شده در درون مرزهای ایران و روم در اواخر دوران ساسانی علاوه بر مستوری ها عمدتاً پیرو مسیحیت نوین برآمده از باورهای یعقوبیان و آرسیان بودند. این یعقوبیان و آرسیان دو تا فرقه بودند که بعد از اینه که امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد، در بخش شرقیش در اون بیزانس هر جایی که این امپراتوری این دیانت مسیحی میرفت در اقلیمها خودش رو منتشر میکرد، هر کسی که در اونجا نماینده انتشارش و تبلیغش که میشد شیخ بوده، فردی بوده، روحانی بوده که اسمش مثلا آروس بوده، یعقوب بوده یا مثلا کسی دیگه بوده، به اون نام معروف شده بوده، آروسیان بودن. خونجی درباره تفکر این مسیحیان می نویسد: در میان جماعت مسیحی شده خاورمیانه تا نیمه های صده پنجم سه مسیح با سه ویژگی وارد باورهای دینی شده: یکی خدای کامل، یکی انسان خدا و دیگری انسان گزیده آسمان و پیامبر خدا. و ادامه می دهد: معتقدان به انسان بودن و نبی بودن عیسی عموماً در عراق و فلسطین و شمال آفریقا بودند که تحت سلطه امپراتوری بیزانس بود. به سه دسته تقسیم می شدند. دسته اول به کسانی که به مسیح به عنوان خدای کامل اعتقاد داشتند، مانند یعقوبیان. منوفیزیت می گفتند، یعنی جنبه انسانی و خدایی در مسیح با هم آمیخته شدند و جنبه انسانی او در جنبه خدایی محو شده است. دسته دوم آنهایی که به مسیح به عنوان انسان خدا باور داشتند. مسیحیان نسطوری معتقد بودند در عیسی دو گونه طبیعت مشخص و متمایز وجود دارد، یکی جنبه خدایی و دیگری جنبه انسانی، ولی جنبه انسانی او از جنبه خداییش قوی تر بوده است. یعنی عیسی بشری بیش نبوده که به مقام خدایی رسیده است. دسته سوم اعتقاد داشتن مسیح فقط برگزیده و پیامبر خداست. متأثر از آریوس متولد اسکندریه. اسکندریه میدونین کجاست که همین چیز مصر که میاد چیز اونجا میرسه و تونس و اونجاها هستن. بله یه بندری در مصر. بله مصر بودن که پس از شورای نقیه، این شورای نقیه هم در همین میان رودان در همین بغداد یا اون پایتخت ساسانیان اونجا برگزار میشه. در شورای نقیه در 325 میلادی مورد تعقیب قرار گرفته و بسیاری از آنها به قلمرو ساسانیان پناهنده شده بودند. ولی از نظر تاریخی دین رسمی مسیحیان ایرانی عملا مسیحیت نسطوری بود و این سه جریان مسیحی دشمن کلامی و سیاسی مسیحیت ارتدوکس رومی که مبتنی بر تثلیث بود محسوب شد و بخش بزرگی از مسیحیان خاور نزدیک و خاور میانه در ضدیت با تثلیث بود و برای مسیح الوهیت قائل نمی شد. و این الگویی است که جهانبینی اسلامی از مسیحیت برداشت کرد که محمد نه خدا یا فرزند خدا بلکه رسول خداست که در قرآن آمده. سوره 14 و 100 سوره 4 آیه سوره 4 آیه 170. خب من در اینجا یه ذره توقف میکنم. شما در نظر بگیرید یه دیانتی در مکه در اقلیم حجاز ظهور میکنه
و پیامبری داره به نام محمد که خداوند به ایشان اون آیه ها رو وحی میکنه. حالا در نظر بگیرید که این آیه ها رو وقتی که در قرآن میخونیم که به اصطلاح به اون محمد وحی شده، تماما حرفایی هستش که در اقلیم میان بودن، شامات و خراسان و بزرگ در جریانه. خب چرا ما مشکوک نمیشیم که این قرآن در مکه و حجاز تدوین نشده، بلکه در این منطقه ایران ما بعد از فروریزی امپراتوری ساسانی به نگارش در اومده. هدف من در این هستش. خب منشأ عرب های ساسانی، سیاست شاهان ساسانی در امور کشورداری جهت استقلال امپراتوری در برابر تهاجم اقوام و قبائل شورشی، کوچ اجباری، دفورماسیون بوده و این جا به جایی های استراتژیک در دوران شاپور اول شدت گرفت و بین سالهای 241 تا 260 میلادی تبدیل به سیاستی درازدامن و عمومی ساسانیان کرد. این رویدادها حتی در سنگ نوشته‌ای در کعبه زرتشت در پرسپولیس بازگو شده است و شاپور اول شهر پترا، این شهر پترا هم در اردن و شامات و اونجا هست، شهر پترا مرکز امیرنشین هیره، این شهر در اونجا الان قرار داره، هنوز هم اونجا هست، و دورا اروپوس در میان رودا را اشغال میکنن و هزاران نفر را به شرق ایران و خراسان به بزرگ میکوچانند. اوج این سیاست کوچورزی ساسانیان در تصرف شهر انتاکیه، این شهر انتاکیه در ترکیه فعلی قرار داره، به دست خسرو اول در سال 540 میلادی صورت گرفت که تمام جمعیت آن اقلیم به میان رودان منتقل شدند و خسرو اول فرمان داد که شهر جدیدی به نام انتاکیه نوین خسرو در میان رودان برای کوچه ها بسازد، ولی اکثر کوچندگان استراتژیک، یعنی اونایی که کلشون زیاد بوی قرمه سبزی میداده، به منطقه وسیع خراسان بزرگ انتقال داده میشدن. به این گونه پس از 3 الی 4 سده عربهای ساسانی در خراسان بزرگ، مرو، بلخ و خوزستان با ایرانیان آمیخته شدند. اما کلونی های دینی به اعتقادات خود را، خود که مسیحی بودن را حفظ کردن. من در اینجا یک پرانتز باز کنم آقای سوربی، در یک دو سال بعد از انقلاب سال 60، همین که آزمایشگاه رو من چیز تعطیل میشد، پنجشنبه بعد از اون را میفتادم میرفتم شمال، برادرم در شمال بابرسر زندگی میکرد و زن بابرسری هم داشت و اونجا یه شیشه بوری باز کرده بود. یه روزی که من رفته بودم اونجا، به من گفتش که یزدان بیا بریم، یه سفارش من گرفتم، حدود یک ساعت و نیم راه، اگه دوست داری بیا بریم اونجا من ببینم که چقدر شیشه لازم داره. منو شاگردشو برداشت راه افتادیم، رفتیم اونجا. بعد یه ساعت رسیدیم اونجا، جایی بود تو این هتل هایی بود که در شرق دریای مدیترانه، در شرق دریای خزر، متعلق به این عمال پهلوی بود که بعد از انقلاب اونا فرار کرده بودن رفته بودن، و این هتل ها در اختیار اون نهاد چه مستضعفین چی میگن اونا قرار گرفته بود. بعد ما وقتی که رفتیم اونجا، برادر من دیدیم یه دونه هتل دراز راهروی داره، اتاق این بر اون بر این بر اون بر، مرتب 30-40 اتاق داره. بعد توی این اتاق ها تو هر کدوم این عرب هایی که در خوزستان و اون خرمشهر و آبادان و اینا که صدام اونجا بمباران میکرده اونجا فراری شده بودن، دولت اینا رو برداشته بود و برده بود تو این هتل ها مستقر کرده بود. بعد من از یکی از اینا پرسیدم که خب اینجا چیکار میکنیم؟ مرده از همین گشتاشه های عربی سرشه و یه دونم از این لچک هایی که این یاسر عرفات و این خامنه ای میندازی گردنش چارخونه هستش، از اونام کلش بسته و با زنش هم عربی صحبت میکنه، منتها بچه هاشون میرفتن به مدرسه که طبیعتا اونجا زبان فارسی یاد میگرفتن. بعد من ازشون پرسیدم که خب شما اینجا خوش میذاره بهتون؟ گفتش نه خیلی دوست داریم که برگردیم ولی دولت اجازه نمیده. گفتم چرا اجازه نمیده؟
گفتش که چون اونجا ناامنه، منطقه رو بینگذاری کردن و مرتب صدام بمباران میکنه و میگه که الان رفتن اونجا درست نیست، باید بمونید. و اینا در اونجا موندن و بعد از این 20-30 سال اون پدر مادراشون که نوستالژی اون چیز زادبوم رو داشتن از میان رفتن، بچه هاشون در اونجا زبان فارسی یاد گرفتن و اون چیزهای برگشت به زادبوم این حرف هم تکلشون نیست، بنابراین ایرانی شدن، زبانشون هم فارسی شده. اما در گذشته در زمان ساسانیان وقتی یه جماعتی رو برمیداشت بیورد توی مثلا خراسان بزرگ یا میان رودان یا در سیستان و بلوچستان مستقر میکرد، اینا توی اون کلونی های خودشون تو اونجا باقی میموندن، همه چیز آدابشون و سنت هاشون و زبانشون حفظ میکردن. بعدها که امپراتوری ساسانی فرو میزه این جماعت فعال میشن. حالا من در اینجا باز توضیح میدم. و عرب های ساسانی به زبان عربی امروزی سخن نمیگفتن، اغلب زبان آنها سوریانی بود. در زمان زبان سوریانی زبان دینی همه اهالی خاورمیانه بود. توجه داشته باشید قرآن هم ابتدا به زبان همین سوریانی نوشته شده. وقتی که به زبان سوریانی نوشته میشه چطور میشه که یه دفعه از مکه سر در بیاره؟ در همین منطقه نوشته شده دیگه. خب میانه بود که توسط همین سوریانی ها پس از فروپاشی دولت ساسانی، دولت خلافت به حکم ضرورت اقدام به تدوین کتابی به نام قرآن نمودن. حتی مانی بجز کتاب شاپورگانش که به زبان پهلوی است، سایر کتابهایش را به زبان سوریانی نوشته بود. و مسیحیت در ایران آنچنان رواج یافته بود که نخستین شورای اردوی شرقیش در زبان یزدگرد سوم سال 410 میلادی در تیسفون برپا شد. و نگفته نماند که گروه های مسیحی در ایران محدود به خوزستان میان بودن نمیشد، بلکه بخش بزرگی از آنها عرب های ساسانی که به خراسان بزرگ تبعید شده بودند و بنیاد تفکر مسیحیان ایرانی سوری در ضدیت با جهانبینی مسیحی رومی که بر تثلیث که در قرآن مشهور به سه نامیده شده، یعنی خدا، پسر، روح القدس استوار بود، که با اعتقادنامه نقیه، شورای نقیه در سال 325 میلادی در نقیه علیه آریوس تشکیل شد، تعریف شده بود. این شورا علیه باورهای آریوس یا آریانیست شکل گرفت، زیرا آریوس میگفت مسیح پسر خدا نیست و خدا در او پیکر نیافته است و مخالف با تجسید مسیح بود. کلن جهانبینی مسیحی در ایران و سوریه بر این باور بود که مسیح فرزند خدا نیست، بلکه برگزیده به پیامبر اوست. این همان الگویی است که اسلام از درک مسیحیان شرقی، ایرانی، سوری برداشت کرد که محمد خدا یا پسر خدا نیست، بلکه فرستاده و رسول اوست. خب چرا این روشنفکران ما مشکوک نمیشن که در این قرآنی که به اصطلاح در مکه بر محمد نازل شده حرفایی زده میشه که در میان رودان و خراسان بزرگ و در شامات جاری بوده و عرب های ساسانی که در خوزستان، میان رودان و خراسان بزرگ زندگی و به تدریج با ایرانیان آمیخته بودن، علوم کلامی الهیشان بر مبنای جهان‌نگری مسیحی استوار بود. از این رو پیش از به اصطلاح تهاجم عرب به ایران، هزاران عرب در ایران زندگی می‌کردند. طبق تخمین مورخان به نقل از ایرانیکا که این آقای یارشاطر سردبیرشه، ایرانیکا تعداد عرب‌های ساسانی تنها در شرق ایران حدوداً 250,000 نفر بوده است. نیروی بالقوه تحت نفوذ و رهبری امپراتوری بیزانس جهت حذف حکومت ساسانی، مخصوصا بازوی معنوی آن دیانت اهورامزدایی از صحنه جغرافیای سیاسی جهان، به نیروی بالفعل تبدیل شد که پیامد فلاکتبار و هراسناک آن برای ملت محجوب ایران و همراه از دست رفتن استقلال سیاسی، پاک شدن مفهوم ملیت از پیکر فرهنگی، محو و ناپیدا شدن هویت ایرانی، تبدیل شدن به امت اسلامی در اسارت ایدولوژی سوری، مسیحی، سبت اسلامی، افتادن امور زندگی ما بیش از هزار سال به دست بیگانگان و با گوه شماری هجری قمری زیستن بود.
کتاب امروز ما از ضربه فلجزایان کمر راست نکردیم. شما یادتون میاد که در دوره شاه تو همون اواخر سلطنتش یه چند سالی ایران رو حکومتش رو برگردوندن به عصر هخامنشی. بله، تاریخ رو خواستن عوض کنن. بله، و با استقبال مردم روبرو نشد. بله که پایه و اساسش اشتباه بود. اساس چی بود؟ پایه و اساسش اشتباه بود. تو حکومت پهلوی 35 سال به اصطلاح شروع شده بود، ولی شاه میخواست بگه که همون روزی که 2500 سال شده هخامنش، به اصطلاح هخامنشیان، این آقا هم شروع کرده. همش گویا به تشویق دوستان اسرائیلی بوده، چون اونها میخواستن به این صورت اسم کوروش بیشتر تو دنیا معروف بشه. متاسفانه این صدای شما هی قطع وصل میشه. خب حالا جمع‌بندی میانی تا اینجا با چند مسئله مهم که کمتر در اسلام شناسی سنتی مورد توجه قرار گرفته مواجه است. یک، قرآن هیچ اطلاعی درباره خیزشگاه خود به ما نمیدهد و از قرآن نمیتوانیم نتیجه بگیریم که در مکه و مدینه نگارش یافته است. در قرآن هیچ نشانی وجود ندارد که فردی به نام محمد قرآن را با الهام از سوی خدا اعلام کرده باشد. آی سر به شما میدونید که این آیه های قرآن را که میگن 106 تا 108 تا هستش و حدود 90 خورده ایش در مکه بر محمد نازل شده و بقیه هم اون موقعی که جنگ و دعوا را شروع کرد در مدینه. بله بله. ما در نظر بگیرید یه فردی در مکه داره زندگی میکنه، بیاد حرفایی بزنه که عموما در میان رودان و شامات و خراسان بزرگ جانیه. چرا ما مشکوک نمیشیم؟ خب سه، مسیحیت بزرگترین رقیب دین دولتی ایران یعنی دیانت زرتشتی بوده است، چرا که مرتب داشتن با اون امپراتوری بیزانس با ما در جنگ بود دیگه و دیانتش هم داشت گسترش میداد که بتونه این دیانت رو از میان برداره، دیانت زرتشتی رو. مسیحیت بزرگترین رقیب دین دولتی ایران یعنی دیانت زرتشتی بوده است. چهار، مسیحیان ایرانی سوری برخلاف مسیح شناسی رومی بر این اعتقاد بودن که مسیح فقط پیامبر خداست و فرزند خدا، المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. شما در نظر بگیرید این رسول الله که اومده اینجا مطرح شده، اون عکس رسول الله رو نشون بدید، اون بت الله رو که در اردن یافت شده که یک فاصله 1500 کیلومتری با مکه داره. یعنی اینا وقتی که اومدن، این رهبران دولت خلافت، وقتی که امپراتوری ساسانی فرو ریخت و دولت خلافت متشکل از همین گروه هایی که در خراسان بزرگ، در شامات، سیستان، بلوچستان و میان رودان، اینا بعد از یک کشمکش طولانی تونستن اون دولت خلافت رو تشکیل بدن که دیگه این کشور رو نگه دارن برای خودشون، مسیحی ها نیان اینجا رو بگیرن رو تجزیهش کنن، مثل دوباره اون بلایی که اسکندر اوورد به سرمون در زمان مسیحی ها هم صورت بگیره. اینا اومدن بلافاصله دولت تشکیل دادن. خب برای اینکه این دولت تشکیل بدن، در گذشته همیشه همه دولت ها به یک بازوی معنوی به نام نهاد دیانت نیاز داشتن که تکیگاهشون باشه. خب اومدن برای این یه جایی به نام مکه رو در نظر گرفتن و یه آدمی مثل محمد رو که پیامبرش باشه که وحی از آسمان بر اون نازل بشه و بعدم تمام مسائل. حالا این مسائلی که تو اون رشته شده طوری تدوین نشده که اصلا بوی این مناطق ازش به مشام نرسه. تمام مطالبی که تو اون کتاب اومده، تو در قرآن اومده، مطالبی هستش که در ایران جاری بوده در دوران خلافت. خب رسول الله و حتی این بت الله که برای بیرون راندن اون بت‌های قبلی مثل لات و عزات و منات که اونا همه سرشت مادینه داشتن، اونا رو بیرون ببره و یگان پرستی رو در اونجا بذاره، اونا نمایندگان عناصر طبیعت بودن، یعنی ریشه در میترائیسم داشتن و در عربستان بعد از ایران و مسیحیت این فرایند چند خدایی به یه خدایی از همه آخرسر از همه
اتفاق میفته، یعنی با جایگزین کردن املاک به جای اون سه تا بت مادی سرشت. مسیحیان ایرانی سوری برخلاف مسیح شناسی رومی بر این اعتقاد بودن که مسیح فقط پیامبر خداست و فرزند خدا، المسیح ابن مریم رسول الله، سوره 4 آیه 171. و این درک مسیحیت شناسی با جریانات مسیحی دیگر مانند طرفداران آریوس و یعقوبیان تفاوتی نداشته است. 5. پیش تبدیل اسلام به عنوان یک دین مستقل، جمعیت وسیعی از عربهای مسیحی در ایران طی پوچهای اجباری مستقل شده بودند و دینشان مسیحی بوده است. قرآن به مثابه بیان مسیحیت شناسی ایرانی سوری برخلاف واژه محمد که فقط 4 بار در قرآن آمده، نام عیسی 25 بار، المسیح 11 بار و مریم 34 بار در قرآن تکرار شده است. عیسی در قرآن پسر مریم، نبی، رسول الله و منجی است. سوره 4 آیه 171 میگوید، ترجمه فارسی آیه: ای اهل کتاب، در دین خود قلوب مکنید و درباره خدا جز سخن حق مگوید. هر آینه عیسی پسر مریم پیامبر خداست. شما در نظر بگیرید، شما در مکه داری زندگی میکنید، بعد بیایید درباره مریم و عیسی صحبت بکنید که 2000 کیلومتر بالاتر از اقلیم شماست. سخن مریم پیامبر خداست و کلمه او بود که مریمش افکند. این مسئله اینکه کلمه او بود و مریمش افکند، یعنی اینه که عیسی رو مریم از روح القدس گرفت، یعنی از خدا، و روحی از او بود. پس به خدا، به پیامبرانش ایمان بیاورید و مگویید که سه است. از این اندیشه ها باز ایستید که خبر خیر شما در آن خواهد بود. جز این نیست که الله خدایی از یکتا منزه است از اینکه صاحب فرزندی باشد. از آن اوست که آنچه در آسمان ها و زمین است و خدا وکیل و کامل. این مسیح شناسی دقیقا با درک مسیحیت شناسی آریوس و یعقوبیان و جنبش قرآنی مسیحی مطابقت دارد. 1. مسیح فرزند خدا نیست، ولی مسیح رسول الله است، المسیح عیسی ابن مریم و رسول الله. 2. ای نگویید 3، منظور تثلیث است که مسیحیت رومی کاتولیک پس از شورای نقیه بدان معتقد بود. شما مشکوک نمیشید که در مکه تو مثل دهکده ای بوده یه نفر بیاد درباره مسائلی صحبت بکنه که در رأس هرم سیاست در ایران بزرگ در دوره حکومت خلافت داره بحث گفته میشه. خب مسیحیت رومی کاتولیک پس از شورای نقیه بدان معتقد بود. مخالفت روشن با درک تثلیثی از مسیحیت، یعنی مخالفت با این درک مسیحی که عیسی فرزند خدا، و از سوی دیگر طبق آیات قرآنی تورات و انجیل کتاب‌های آسمانی هم و قرآن تأییدی بر آنهاست. سوره 5 آیه 68، ترجمه فارسی آیه: بگو ای اهل کتاب، تا هنگامی که به تورات و انجیل و آنچه از پروردگارتان به سوی شما نازل شده است عمل نکرده اید، بر هیچ آیین بر حقی نیست. و این که قرآن تأییدی است بر تورات و انجیل در سوره 3 آیه 3 آمده است که ترجمه آیه: آن خدایی که کتاب را که به سوی براستی بر تو فرستاد، منظور قرآن است، تأییدی است بر کتب آسمانی قبل از خود که بر شما نازل کرده است، یعنی تورات و انجیل. همین سه آیه بالا نشان می‌دهد که 1. تورات و انجیل کتاب‌های آسمانی هستند و کسی که بدانها عمل نکند بر حق نیست. 2. مسیح فرزند خدا نیست، ولی نبی و رسول الله است. 3. قرآن تأییدی است بر تورات و انجیل و این دستگاه فکری و کلامی مسیح شناسی ایرانی سوری بوده که با بسیاری از نهضت‌های دیگر مسیحیت به جز رومی کاتولیک سازگاری داشته. رومی کاتولیک منظورشون بخش غربی جدا شده از امپراتوری روم. خب پایان سخن. اگر قرآن بدون احادیث و اسطوره‌های اسلامی را بخوانیم،
هیچ گونه تفاوت اساسی با درک مسیحیت شناسی شرقی، سوری، ایرانی و عربی نمی‌بینیم. در حقیقت این تفاسیر اسلامی پس از 150 تا 200 سال بعدی است، 150 تا 200 سال بعدی است که تصور ما را از یک دین نوین به نام اسلام شکل داده است. به دیگر سخن، اسلام نه از دل قرآن بلکه از دل احادیث و اسطوره ها بیرون آمده که 200 سال پس از شکل گیری دولت خلافت به حکم ضرورت جهت داشتن اساسنامه مدون به نگارش در آمده. امروز ما با در دست داشتن فناوری نانوتکنولوژی دقیق تر کردن وسائل سنجش عمر اشیا از طریق کربن 14 در آینده نه چندان دور خواهیم توانست آخرین برگه های به دست آمده قرآن در صنعا کشف در سال 1972، اون کتاب خطوری هستش که نشون میدن به این گندگی به این بحنی هستش، میلادی را آزمایش کنیم. شاید بتوانیم بدین وسیله عمر کهن‌ترین برگه های قرآن را تشخیص بدهیم و چه خواهد شد اگر روزی بر ما معلوم شود که قرآن نه پس از سال 610 میلادی، سالی که بر اساس احادیث اسلامی محمد به پیامبری برگزیده شده، بلکه خیلی پیشتر از آن نوشته شده. از سوی دیگر سکه های ضرب شده در آغاز اسلام در تناقض با احادیث اسلامی قرار می گیرن. می تونین اون سکه رو نشون بدید که معاویه رو چیز می کنه؟ بله بله، پشت روی دو سکه. بله، دو تا سکه ای هستش که اونجا من برای شما ارسال کردم. این سکه ها سکه هایی هستن که در ایران ضرب شدن. خب بعد کجا بودم؟ اینجا اسلامی قرار میگیرن. سکه های کشف شده معاویه، معرب معاویه و عبدالملک مروان که در ایران ضرب شده بودند، نشان میدهد که معاویه و عبدالملک مروان تحت عنوان امیرالمؤمنین کاربرد داشتند. و از سوی دیگر ما هیچ گونه سکه‌ای که شاهد بر وجود خلفای راشدین باشد، یعنی اون چهار نفر که ابوبکر و عمر و عثمان و علی هست، شما در نظر میگیرید اینا میگن 80 سال در حرکت قدرت بودن و هر وقت هر کس هر جای دولت تشکیل میده بلا فاصله میاد سکه ضرب میکنه و ما هیچ سکه ای از این دوره نداریم. آقای خداوند لو، متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم. حالا اگر باز به پایان برنامه رسیدیم. بله. آره دیگه، اینو الان یه دقیقه دیگه تموم میشه. بفهم. یه دقیقه. خب بعدش اینجا آغازتان تناب. خب اینجا رو من خوندم، همین یه دقیقه در پایان چیزه. شما اگه ببینید در مدینه تر همین خلفای راشدین باشد تا کنون به دست نیاوردیم. سکه های ایران، تألیف علی اکبر سرفراز و فریدون آرزومانی، یه کتابچه است که اینا رو جمع کرده. همچنین نخستین سکه های ضرب شده در مدینه در سال 180 هجری عرب ها و در مکه 203 میلادی بوده است و این نشان میدهد که تا 150 سال نخستین یثرب و مکه از اهمیت چندان برخوردار نبودند و جمعیت انسانی آنها در حد یک دهکده کوچک بوده و مدارک واقعی با احادیث اسلامی همخوانی ندارد و این حقایق باعث شد پژوهشگران نسل جدید در مسیر کاملا نو قرار گیرند و آنچه در این نوشته آمده بخش ناچیزی از دستاوردهای پژوهشگران نسل جدید است و کتاب آغاز اسلام که دستورش هم فرستادم برای شما با سازی تاریخی انتقادی با اتکا به منابع آن زمان موشکافانه به موضوعاتی که در این نوشته آمده پرداخته است که احتمالا در پایان همین سال ترجمه فارسی آن در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت و به خوبی می‌دانیم که تغییر در باورها و اعتقادات تثبیت شده آشفتگی در افکار باورمندان ایجاد می‌کند و سردرگمی ناشی از تغییر دیدگاه‌ها مثل خورشید محوری کوپرنیکی در مقابل تئوری زمین محوری بطلمیوسی، هنگامی که اثبات شد زمین مرکز عالم نیست و خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد، کلیسای کاتولیک برآشفت و مؤمنان مسیحی شدیداً دچار آشفتگی فکری و روانپرستی شدند. منابع اصلی بغداد و اینجا این آمده. پایان جلسه.
من از شما ممنونم. من در حین برنامه فیسبوک شما رو نشون دادم، اگه لطف کنید رو همون صفحه فیسبوک خودتون مقاله هایی رو که امروز گفتید میذارید درباره این بحث و گفتگو بذارید. ضمناً از دوستان خواهش میکنم یا با فیسبوک شما یا با این ایمیلی که باز هم در زیر عکس شما نشون دادیم، Y که عکس اول یزدان هست، خدابندلو @ymail.com و با شما تماس بگیرن اگر صحبتی گفتگویی دارن یا احتمالا میخوان با شما حتی در برنامه شما مناظره گفتگویی داشته باشن، با خود شما مستقیما در تماس باشن. ممنون از شما. لطف کنید وقتی که شما این گفتگوی ما رو که برای من ارسال کردید بلافاصله با همین مد من در صفحه خودم و تعداد زیادی از گروه های فیسبوکی قرار میدم. بسیار ممنون و متشکرم. روز خوبی داشته باشید. به امید دیدار. مرسی. شما. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، امروز هم با آقای یزدان خدابندلو برنامه دیگری داشتیم که تا یکی دو ساعت آینده در بایگانی صفحه تلویزیون مردم، در صفحه فیسبوک ایشان، در صفحه فیسبوک مردم تیوی هم قرار داده می شود. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و همونجوری که بارها گفتم سعی کردیم یه سکوی ارتباطی باشیم بین همه شما دوستان و صدای شما رو از این بلندگو بتونیم پخش کنیم. بعد از برنامه تا موقعی که برنامه آقای مینویی شروع بشه یک فیلمی هست به نام هفت رخ فرخ ایران که اسم اصلیش انگلیسیش هست Seven Faces of Civilization، اون رو هم ببینید. تا جمعه هم این فیلم 3 روز به نمایش گذاشته میشه توی پلیلیست ما. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، با امید اینکه اوقات خوبی داشته باشید. مرسی.